من این رو تو لایف چت شما نشون بدم. این آقا اولا کلی میگه من کامنت های تو لایف چت رو نمیخونم، که حالا میفهمی که اولا که در پوریا داره چرت میگه. یکی میگه دوستان آرمین متاسفانه منو بلاک کرده تو فیسبوک، بعد میگه جمهوری اسلامی آزادی بیان نمیده، کلن مخالفش نباید حرف زد. این آدم خیلی احمقه. خب بذاری من نشونتون بدم این داره چی میگه، که چقدر نفهمه این شخص. این وقتی اینا من نشونتون میدم که دیدین که مثلا یک کسایی تو لایف این حرف رو میزنن، شما بیاین ببینین که شما بیاین بفهمین که حرفاشون همیشه باور نکنین. خب بذاری من نشونتون بدم این شخص. نیاکو ما به همه گفتیم که اینقدر پشت سر هم سپم نکنید. این تو فیسبوک پشت سر هم نیا که میبینید همینجوری یه کامنت میذاشته پشت سر هم، پشت سر هم تمام لایف چت فیسبوک گرفته. خب ما گفتیم اینجوری سپم نکنید، رو فیسبوک بلاکش کردم. میگه این خلاف از میگه که بعد میگه جمهوری اسلامی آزاد بیان نداره. اولا ببین من حتی اگه شما اصلا معنی آزادی بیان حالیتون نیست، معنی آزادی بیان حالیتون نیست، یعنی انقدر نفهمید بعد میاد میگین آ ایشون علیه آزادی بیانه. من حتی اگه بدون این اتفاقا خوبه برای اینکه من به شما نشون بدم معنی آزادی بیان چیه. من حتی اگه الکی یکی رو اینجوری تو لایو چت مثلا بردارم، مثلا یه نفر برای من گل فرستاده اینجوری، خب یه نفر گل فرستاده، خب من اینو بگم گل قرمز من دوست ندارم، من گل زرد دوست داشتم، چرا گل قرمز برای من فرستادی؟ بلاکش کنم. شما فکر می‌کنین این علیه آزادی بیانه؟ این خیلی کار بیخودیه ها، کار مزخرفیه، ولی فکر می‌کنین علیه آزادی بیانه؟ آزادی بیان معنیش اینه، البته اون حق داشتم که بلاک کردم و داشت فهم می‌کرد، بعد میاد میگه که نه منو بلاک کردم برای که از حرفم خوششون نمیاد. آره جون خودت، چقدر راحت میان دروغ میگن، چقدر راحتی. خوبه که من اینو سکرین شات گرفته بودم، اگه من اصلا میدونستم وقتی اینو بلاک کردم، من اینو میدونستم که این یه شخصی که میاد دروغ میگه که بگه من چون اختلاف نظر داشتم منو بلاک کرده، چون میدونستم از هم اصلا از میشناختمش که یه همچین آدمیه، برای همین سکرین شاتش کردم که میدونستم میاد میگه او منو اختلاف نظر داشتم بلاکم کردم، برای همین اینو گرفتم که بیام نشونتون بدم که چقدر این آدم دروغگوئه. ولی حتی اگه مزخرفم من یه نفر رو بلاک کردم، آزادی بیان یک نفر گرفته نشده. آزادی بیان وقتیه که یک دولت میاد جلوی بیان شما رو توی عام مده عام میگیره. نه ببین من اگه یه نفر مثلا بیاد خونم بدون اجازه من برام روزخونی کنه، بگم برو بیرون اجازه ندارید خونه من این کار رو بکنی، این علیه آزادی بیان نیست. من اگه برم خونش بگم تو حق نداری توی عام یا توی خونت این حرف رو بزنی یا این کتاب رو حق نداری بنویسی، دولت بیا جلوشو بگیره، این میشه علیه آزادی بیان. اگه من بگم تو پلتفرم من این خوشم، حتی اگه به طور بدا من نمیگم طرفداری از این کار نمی کنم، ولی اگه شما بگین این پلتفرم منه، من از این حرفا تو پلتفرمم خوشم نمیاد، برو بیرون، این علیه آزادی بیان نیست. شما مثلا ببین اگه برین تو من به عنوان یک بیخدا، به عنوان یک اسلام ستیز، اگه برم تو مسجد یک نفر بدون اجازه بدون دعوت برم میگم شما همتون احمق، چرا به خدا اعتقاد دارید، چرا به اسلام اعتقاد دارید، اینا اگه من از مسجدشون بندازم بیرون بگن که تو مسجد ما این حرف رو حق نداری بزنی، این علیه آزادی بیان نیست. اگه من تو اگه اینا اومدم به دولت یا اینکه اینا بیان به من تو پارک مثلا دارم پمفلت میدم که بگم چرا اسلام بده، اگه اینا از مسجدشون اومدن بیرون تو پارک به من گفتن تو حق نداری این پنفلتو بدی به خاطر اینکه اسلام ستیزی داری میکنی، اون وقت علیه آزادی بیان منه.